عرضم به حضور شب همگی بخیر، امیدوارم حال همگی دوستان خوب باشه. آقای امیر ساتکین عزیز نظر لطفشون بود، نظر اگزاجره صحبت کردن از تواضعشونه. حالا من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، یه سوال بپرسم ببینم نسبت به این سوال چه بازخوردی میدین که من بتونم اون چیزی که تو ذهنم تصور دارم با شما به اشتراک بذارم. یه سوال ساده، فرق امنیت اطلاعات با امنیت شبکه به نظر دوستان تو چیه؟ مثلا دوستان هست یه فرق بین دو تا کانسپت یا دو تا کیل واژه رو بگه، به چی میگیم امنیت اطلاعات، به چی میگیم امنیت شبکه؟ اجازه هست مهندس؟ چرا که نه آقای آرام، درست میگم؟ بله بله آلمان هم هستین طبق صحبت آقای ساتکین، درسته؟ بله مهندس، من تو لینکدین شما رو فالو میکنم و نظر لطفتونه، خیلی استفاده میکنیم از مطالبی که بشه. نظر لطفته. حالا برای اینکه از سوال دور نشین، فقط شما الان دنبال کار میگردین اونجا؟ من راستیتش دانشجو هستم اینجا. کدوم شهری جسارتن؟ هانوفر هستم من. هانوفر. حالا اگه امنیت یه فایروال بلد باشید، بازار کارش خوبه، اونجا آدم زیاد میشناسم. حالا بعدن تو لینکدین ازم بپرسید، معرفی میکنم. آقای مسعود اربابی، بچه باسواد امنیت بانک ملت، الان آلمان. آقای حسن مرادی، روابط خیلی خوبی هم دارن. اگر تو حوزه امنیت بخوای وارد بازار کار بشی، آدمای صادق و خوبی هستن که میتونن بهت کمک کنن. خیلی ممنون از لطف. حالا بعد از اینجا حالا کمکی بود بهم بگو. آره خواهش میکنم. به نظر شما فرقش چیه؟ خواهش میکنم بین IS NS Information Security و شبکه بله مهندس، حالا ما اینجا درسی که اینجا داریم میخونیم امنیت اتحادی حوزه خیلی خیلی گسترده است که امنیت شبکه یه ساب کتگوری امنیت اطلاعات قرار میگیره و امنیت اطلاعات خودش خیلی وسیعه، یه اقیانوسه. خب فرق دیگه یا فرق اصلی بین این دوتا نمیتونی بگی؟ بین این دوتا دومین، بین این دوتا دامنه، بین این دوتا اسکوپ؟ فرق اصلی شو حالا حالا من علیرضا قهرود میخوایم بگین آقای قهرود، امنیت اطلاعات تعریفش اینه، شما که نمیدونستین رو بدون، امنیت شبکه تعریفش اینه، فارق از این کدوم بشه زیر مجموعه کدوم یکی هستش. خب بین آقای قرود، امنیت اطلاعات همونطور که گفتم شامل همه چی میشه، یعنی از سطح فیزیکی شروع میشه که مثلا یه سازمان یا یه ارگانیزیشن لیرهای مختلفی داره از لحاظ فیزیکال، اینا مثلا آیا فنس کشیدن، آیا مثلا دوربین دارن، سگ دارن. تو امنیت شبکه اینجوری نیستش؟ شبکه هم اینجوری هستش، ولی خب امنیت اطلاعات حوزهش خیلی وسیع تر میشه، جوری که مثلا باید asset management میاد تو قضیه. بعد خیلی پس اگه جنبندی بخواییم بکنیم به جسارت هم به نهارت ابرو باز کنم، شما میگین امنیت اطلاعات خیلی وسیع تر از امنیت شبکه است، درسته؟ بله من میگم امنیت شبکه به نظر من امیر یه ساب کتگوری از امنیت اطلاعات میشه. خیلی هم عالی، مرسی. دوستان دیگه اگر مشارکت کنن ممنون میشم، دو سه نفر دیگه مشارکت کنن که من بتونم شروع کنم بحثو. جناب قهرود سلام، خسته نباشید. سلام و شب بخیر ارادت. سلامت باشید. حالا چیزی که حالا فکر میکنم باشه، امنیت اطلاعات مربوط به دیتا و داده های مهمی هستش که ما حالا لحاظ محرمانگی دستبندی اون میتونیم در نظر داشته باشیم، یکی از پارامتراش، و حالا سطح بندی حالا اون دیتایی که داریم، اطلاعاتی که داریم توی سازمان، بحثای دسترسی به اون اطلاعات، بحثای نگهداری اون اطلاعات. اما امنیت شبکه بیشتر حالا چیزی که تجربی اگر بخوام بگم بیشتر تو حوزه زیرساخت و تجهیزات شبکه مطرح میشه، حالا پروتکل های شبکه و حالا بحث دسترسی به تجهیزات شبکه، چه دسترسی فیزیکالی چه دسترسی غیر فیزیکی به تجهیزات و سیستم عامل های شبکه. خیلی هم عالی، مرسی. یه عزیز دیگه هم مشارکت کنه خیلی عالی میشه، نفر سوم. میشم من صحبت کنم؟ بفرمایید. اولا که سلام به همگی، حالا اگه بخوام که امنیت اطلاعات سریع میگم، امنیت اطلاعات امنیت داده است. حالا داده ما تغییر پیدا نکنه، داده ما به دست اون کسی که باید برسه
دستکاری نشده باشه و دقیقا همون داده باشه که ما ارسالش کردیم، یعنی اون دیتا رو ما بتونیم امنش کرده باشیم. امنیت شبکه میتونیم بگیم تقریبا با هم یه جورایی با هم در ارتباط هستن، تکمیل کننده همدیگه هستن، ولی کسی نیاد نفوذ کنه توی شبکه ما و ما بتونیم بستر شبکه رو امن‌سازی کرده باشیم که خود حالا اگه بخوایم گاهی اوقات دیتای ما توی شبکه رد و بدل میشه، در واقع دادمون هم یه جوری بتونیم امن کرده باشیم. خیلی هم عالی، مرسی. من هدفم اینه که اینجا راجع به ایزو 27000 صحبت کنیم، نه ایزو 27000 سریش. خود ایزو 27000 کلید واژه دانشنامه یا لغتنامه حوزه امنیت آی تی. تو ایزو 27000 اگر بخوایم تمایز بدیم، صدای من واضحه؟ قطع وصلی که نیست، شکر خدا. عالیه، ممنون. تو امنیت اطلاعات ما کار با رویه، روال، استاندارد، چک لیست کار داریم. یعنی اگر علیرضا قهرود بگه من کارشناس یا متخصص حوزه امنیت اطلاعات هستم، از قهرود توقع هند آن نباید داشته باشید. اصلا کار عملیاتی تو حوزه امنیت اطلاعات ما نداریم. کار با استاندارد، چک لیست، بیست پرکتیس، به روشه. تو حوزه امنیت شبکه کار با ابزاره. یعنی جایی مطرح شد که آقای ایکس تو حوزه امنیت شبکه آدم متخصصیه، ما باید به ذهنمون برسه خب آقای ایکس تو حوزه امنیت شبکه متخصصه، رو کدوم وندور؟ مثلا فایروال های سیسکو، مثلا وف فورتی، مثلا باراکودا آی پی اس آی دی اسش. پس امنیت اطلاعات تو دامنه امنیت اطلاعات ما با استانداردها، چه داخلی چه خارجی، چه مال پلیس فتح افتر ریاست جمهوری، حاکمیت جمهوری اسلامی، چه بین‌المللی ایزو سازمان استاندارد، NIST امریکا، CIS هوملند سکیوریتی، ما تو امنیت اطلاعات فقط با استاندارد، چک لیست، بیس پرکتیس یا بهروش کار داریم. تو امنیت شبکه کار با ابزار. حالا میخواد ابزارش متن باز باشه، دزدی باشه، کرک باشه، کامرشیال باشه، سخت افزاری باشه، نرم افزاری باشه، یا با کلید واژه اپلاینس باشه. این فرق اصلی و اساسی بین امنیت اطلاعات و امنیت شبکه است. دوستان فرق اینفورمیشن با دیتا تو چیه؟ نه اگه مشارکت کنیم ممنون میشن. به چی میگیم دیتا، به چی میگیم اینفورمیشن؟ حالا هر چیزی که به ذهنتون میرسه بگین، قرار نیست هممون یه چیز درست بگیم. شما حالا از من یه سوال بپرسید، شاید من نتونم جواب بدم. اگه مشارکت کنید خیلی عالیه. من پیشنهاد میکنم تو حوزه آیتی امنیت همیشه مشارکت کنیم. تو مشارکت تو گفتمان پینگ پونگ آدم چیز یاد میگیره. یه مصداق یا من از هاروارد بیزینس بگم، یکی از بفرمایید خانم مهندس یا آقای مهندس، بفرمایید روزفایی میکنم وسط کنم. نه خواهد بفرمایید، من بعد میگم. بفرمایید فرق دیتا با اینفورمیشن در چیه؟ به چی میگیم دیتا، به چی میگیم اینفورمیشن؟ دیتا به اطلاعات خام گفته میشه، اما اینفورمیشن پردازش شده و عملا یه نتیجه ای رو داره و یک چیزی رو میتونه به ما بفهمونه و بگه. اصلا دیتا مثلا اطلاعات من تو اسنپه، اینفورمیشن میشه کوئری که از اسنپ میگیرن که آقا ساعت 8 شب تو تهران، تو کدوم منطقه تهران بیشترین درخواست ماشینه. مرسی. تو هاروارد بیزینس نکته رو میگه تاپ ترین مرجع توزیع مدیریت تو دنیا از MIT شریف موالتره هاروارد بیزینس. HBR سرچ بکنید میتونید عضو بشید، کلی پادکست، ویدیو، مقاله، آرتیکل داره، رایگانه و میتونید تو دوره آنلاینش هم به صورت دراز مدت یا کوتاه مدت یا فردی شرکت کنید. یه جمله میگه خیلی قشنگه، میگه جایی که یه استاد، من که استاد نیستم صرفا مدرسم، اونم اگه حداقل مدرس باشم، جایی که یه استاد یه دوره دو ساعته رو داره تعریف میکنه برای کلی مخاطب که همشون هم تالنت هستن، که قطعا شما تالنت هستین، باهوش هستین، تو اون دو ساعت کلاس فقط 15 دقیقه انتقال دانش صورت میگیره. حالا اگر ما پینگ پونگی با هم صحبت بکنیم، میتونیم این مدت زمان رو تو اون پریود دو ساعته ارتقا ببخشیم و باعث میشه دوره اثر بخشی داشته باشیم. حالا اینکه یه گپ و گفت خودمونیه، من سویچ کنم برم سراغ مباحث بعدی. یه تعریف امنیت در آی تی کسی از دوستان هست علاقه من باشه تعریف بکنه؟ این آخرین سوالیه من میپرسم، بعد دیگه ما بقیه خودم رادیووار صحبت میکنم. به چی میگیم امنیت در آی تی؟ شما الان به همکلاسیتون
بخواید تعریف کنید امنیت در آی‌تی تعریفش چیه، چی میگید؟ نیست دوستان نیست، خودم تعریف کنم. آقای قرارو فکر میکنم اگر حالا با زبان بخوایم صحبت کنیم حالا ساده تر، میتونیم بگیم که هر آن چیزی که تو بستر شبکه و دنیای آی‌تی مکانیزمی رو که ما پیاده سازی میکنیم تا حالا بحث محرمانگی، بحث دسترس پذیری و بحث یک پارچگی رو ایجاد بکنه رو میتونیم جزء این تعریف در نظر بگیریم، حالا به صورت کلی اگه بخوایم. خیلی هم عالی، مرسی. حالا تعریف جهان شمول چیه؟ میگه دفاع از اطلاعات دیجیتال. داره میگه امنیت در آی‌تی، نمیگه امنیت تو کشور، داره میگه امنیت ملی، میگیم امنیت در آی‌تی میشه دفاع از اطلاعات دیجیتال و یا سایر دارایی‌های از جنس آی‌تی، دیتا، پی دی اف، ورد، سویچ، کانفیگ سرور، اینا همه چی هم دارایی از جنس آی‌تی هم دیگه. رول بک کنیم، دفاع از اطلاعات دیجیتال و یا سایر دارایی‌های از جنس آی‌تی در برابر تهدیدات مخرب به عمد یا غیر عمد، درونی یا بیرونی. حالا سوال پیش میاد آقا تهدید به عمد و غیر عمد مگه داریم؟ بله، قهرود کارمند ناراضیه، به راحتی با یک فلش آلوده به یک بدافزار میتونه شبکه سیستم رو بخوابونه. غیر عمدی چیه؟ در کارشناس مدیر عامل از روی ناآگاهی کلیک میکنه روی لینک آلوده، به راحتی تمام کنترل امنیتی سازمان دور میخوره و اون بعد افزار بالا شبکه سازمان میشه. پس اگه جمع‌بندی کنیم، دفاع از اطلاعات دیجیتال و یا سایر دارایی از جنس آی‌تی در برابر تهدیدات به عمد یا غیر عمد مخرب بیرونی و درونی. درونی سازمان میشه کارمند ناراضی یا کارمندی که از سر ناآگاهی کاری انجام میده. بیرون سازمان هم که میشه اینترودر. اینترودر یعنی نفوذگر. تو حوزه تخصصی مثلا تو بلکت امریکا وقتی کنفرانس برگزار میشه، کیل واژه مجاهد و منافق و کارمند ناراضی و پسر بده و هکر و هکر صورتی و سبز و زرد نداریم، به همه اینا میگیم پکیج اینترودر نفوذگر. حالا خود این دفاع شامل سه تا استپ یا سه تا گام خیلی مهمیه. این دفاع باید شامل پیشگیری باشه، شناسایی باشه، پاسخ‌دهی. برای اینکه تمایز بین امنیت اطلاعات با امنیت شبکه رو بیشتر درک کنیم، میتونیم دوره مثال بزنیم. دورهایی که شما توی این آکادمی سیسکو، توی این باشگاه سیسکو دارید می‌گذرونید، اگر نگاه امنیت داشته باشه، مثل CCNA، حالا رودمپ سیسکو عوض شده، مثل CCNA سکیوریتی، لول CCNA که اسوسییت سکیوریتی، CCMP سکیوریتی، CCIA سکیوریتی، تمام این دوره‌ها مشمول گرایش امنیت شبکه است. چرا؟ چرا تو این دوره‌هایی که شما شرکت می‌کنید با محصولات و تکنولوژی‌های کار می‌کنید که یا نرم افزاری یا سخت افزاری تو حوزه امنیت. دوره ISMS شما کار با فایروال و SOC و سرو تو جرم‌گاهی یاد نمی‌گیرید. ISMS یه استانداردی، استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات. آخرین ورژنش هم 2013 بود که درفتش 2018 هنوز فاینال نشده. تو ISMS ما فقط چک لیست داریم، استاندارد داریم. یا دوره CISSP، یکی از دوره معروف که اگه بخوایم لغوی ترجمه کنیم میشه متخصص ارشد، کارشناس ارشد امنیت اطلاعات. تو CISSP به شما کار یاد نمیدن که الان با SIEM اینجوری باید کار کنی، با این فایروال باید اینجوری بک تو بک دیزاین کنی. تو CISSP کانسپت های مدیریتی از منظر استاندارد کمتر هنزنه. دوره ISMS هم گفتیم امنیت اطلاعات. دوره CISM مدیر امنیت، بیشتر محتوای دوره CISM استاندارد هاست، گاورننس، حاکمیتی، نظارتی، مدیریت ریسک. تو این دورهایی که داریم مثال میزنیم، تو هیچ کدوم از این دورها کار با ابزار خاصی به ما آموزش داده نمیشه. حتی تو دورهای بین‌المللی، دوره CISM یکی از دورهای معروفه که ایزاکاس CISSP برای مؤسسه ISC2ه، ایزو 27001 ISMS برای سازمان استاندارد ایزو. به این معقوله میگیم امنیت اطلاعات. امنیت شبکه هم که مثال دادیم، دورهای سیسکو، دوره مثلا دورهای فورتینت برای کار با ابزار وف و فایروال های کمپانی فورتی، اینا جز امنیت شبکه‌ان. باراکودا، پالالتو، آنتی ویروس پادویش، آنتی ویروس کاسپر، نمیدونم دوره CCSA چک پوینت، پالالتو، تمام این دوره ها زیر گرایش امنیت شبکه است. پس یه جمله، امنیت شبکه وقتی اسمش میاد ما داریم با یه ابزار کار میکنیم. بازم میگم فارغ از این که دوزی کلک کامرشیال ننفسری سخت افزاری، امنیت اطلاعات هم که کار با استاندارد هاست، رویه رواله. ما توزیع امنیت ست کنترل اصلی داریم. این قسمتی که دارم میگم مال دوره CSSPه.
یکی از دومیناش. ما کنترل فنی داریم، کنترل راهبری داریم، کنترل مدیریتی داریم. آقا یعنی چی؟ یعنی من کنترل امنیتی رو از نظر استاندارد بخوام تقویتی کنم، یه سری کنترل‌ها کنترل لول مدیریته، بهش میگیم کنترل‌های منیجمنتی. مثل چی؟ مثل ارزیابی ریسک، مثل تحریزی. درست کارشناس مجموعه فیدو در میاره میده مدیر، مدیر نهاییش میکنه. مثل اتورایز یعنی چی؟ یعنی مدیر میگه چه کسی با چه اکانتی به چه منابعی از اون SMB فایل سرور مایکروسافت ما اکسس داشته باشه. اتورایز، پلنینگ، ریسک اسسمنت، اینا مثال‌های از منیجمنت. دو تا کنترل فنی دیگه میمونن خیلی مهمه، یکی فنیه تکنیکال، یکی راهبری راهبردیه اپریشنال. مستاقا رو براتون میارم شما ببینید فرقش چیه. مستاقا برای کنترل امنیتی دوم که فنی هست تکنیکال، مثل سیستم های کنترل دسترسی، مثل سیستم های شناسایی، مثل سیستم های امنیت ایمیل. کنترل سوم که اپریشناله مستاقا چیه؟ مثل کانفیگوریشن منیجمنت، مثل پاسخ‌دهی به حوادث، مثل امنیت محیطی و فیزیکی. به نظر شما فارغ از کنترل اولیه که منیجمنت بود، فرق تکنیکال با اپریشنال در چیه؟ جفتش که داریم کار فنی میکنیم. توی تکنیکال وانس یک بار است. یعنی چی؟ یعنی من عضو یک سازمان میشم، استخدام میشم، جذب نگه داشت، یه اکانت قهروت میدن دیگه، اکانت هست. هر روز برای من اکانت درست نمیکنن. یا برای امسازی مثلا دیتابیس اوراکل یک بار یک چکلیست رو اعمال میکنیم. وصله نمیگم ما، چکلیست تنظیمات ام، هر روز این کار رو نمیکنیم. به این میگن فنی، یک بار از پروژه است. اپریشنال اسمش روشه، راهبری 24/7. هیچ وقت کسی نمیتونه بگه مثلا حراست وزارت کشور هفت صبح کار میکنه تا دو بعدازظهر. نه، حراست وزارت کشور 24 ساعته، 24 ساعت هفت روز هفته است. یا بحث کانفیگوریشن منیجمنت، مدیریت تنظیمات، یکی از ترندهای مهم تو حوزه امنیته. یکی از وندورهای موفق تو این حوزه تریپ وایر، شنیدین تریپ وایر رو؟ دوستان شنیدین، کار کردین، آشنا هست براتون؟ صدای من قطع شده هست. خیلی قربان، من آشنا نیست. تریپ وایر رو بنظرم سرچ کنید، با آی پی ایران شاید ما رو تحریم کرده باشن. تریپ وایر کمپانی موفقیه، یه ترندی رو وارد بازار کار کرد به نام کانفیگوریشن منیجمنت، به شدت عالیه. توی پرانتز، تو حوزه امنیت سایبری دوره آنتی ویروس و آی پی اس و آی دی اس و هر آنچه که بر اساس امضا کار میکنه گذشته. سوال پیش میاد استفاده نکنیم؟ نه، استفاده بکنیم. اونا حداقل امنیته. با آنتی ویروس و آی پی اس توقع نداشته باشیم ما دیواره دفاعی خیلی خوبی داشته باشیم. توضیحش چیه؟ تو حوزه آنتی ویروس سه نسل داشتیم، سه نسل توزیع آنتی ویروس داشتیم. نسل اول خود آنتی ویروس ها بود، کلی وندور میشناسیم، کسپر، سیمنتک، پاندا، همشون آنتی ویروس بودن، آنتی ویروس، ضد ویروس. توی لولی که رسیدن تقریبا همشون از منظر انجین شناسایی ویروس ها توی لول بودن. 4 تا ویروس رو پادویش پیدا میکنه، 8 تا رو کسپر پیدا میکنه، 11 تا رو سیمنتک پیدا میکنه. تو حوزه امنیت ما کار با کانتر نداریم بگیم پس اونی که بیشتر پیدا میکنه موفقه. تو حوزه امنیت قرآن ما یا پیغمبر ما یا هر آنچه که بخوام انتقال دانش بدم، رکن ما مدیریت ریسکه. نسل اول آنتی ویروس آنتی ویروس بودن، توی لول رسیدن دیگه همه همسط شدن. نسل بعدی اومد شد اند پوینت سکیوریتی. علاوه بر شناسایی ویروس، 4 تا قروفر یا به اصطلاح فسیلیتی و قابلیت داشت. مثلا یو اس بی رو می‌بندن، مثلا پچ منیجمنت داشتن، مثلا یک پارچگی با گروه پالیسی مایکروسافت داشتن، شد اند پوینت سکیوریتی. الان نسل سوم EDR هستیم. EDR تلفیقی از توانمندی گذشته و کمک میکنه به وسیله هوش مصنوعی و اطلاعات هوش تهدید بتونه با کمک یادگیری ماشین یه سری اقدامات انجام بده. آقا یعنی چی؟ مثلا کاتای کسبر، مثلا EDR سیمنتک چیکار میکنه؟ چه فرقی با اند پوینت داره؟ چه فرقی با آنتی ویروس داره؟ اگر توی کلاسترینگ مثلا VMware NSX، همون ESX خودمون، 100 تا ویرچوال ماشین باشه، یکی از ویرچوال ماشین آلوده بشه، EDR اتوماسیون اون ویرچوال ماشین رو میبره تو بیلندی که من قبل براش پالیسی سیت کردم، میبره اون اقداماتی که من براش تعیین کردم و پتانسیل اتوماسیون داره رو رو اون ماشین انجام میده. وقتی برخط ممیزی کرد آلودگی رفع شد، میاره برخط. بهم میگن EDR اتوماسیون.
حالا این نسل آنتی ویروس هایی گفتم گفتم آنتی ویروس نسل اول بعد شد اندپوینت سکیوریتی الان ایدیار چی میخوام بگم نسل یا دوره سیگنچر بیس تموم شد یعنی چی یعنی بهش میگیم آنتی ویروس یعنی ضد ویروسه یه رول بک کنیم ما چند نوع ویروس داریم ان فاکتوریال بریم بالاتر صحبت کنیم یه کلمه ای داریم بهش میگیم مالور مالور از کجا اومده از مالیشس سافتور میشه نرم افزار مالیشس میشه مخرب مالیشه سافتر میشه نرم افزار مخرب طرف خسته بوده از مالیشه مل آورده از سافتر ور آورده شده مالور مالور یعنی بد افزار مالور مادر تمام اقسام نرم افزاری مخربه یعنی چی یعنی مالور مادر بعدی که بچاش ویروسه یکی از بچاش روت کیته یکی از بچهای تازه متولد شده چه 4 5 سال خیلی بول شده رنسامور یا باجگیره و این فاکتوریال بچهای دیگه ما وقتی آنتی ویروس می‌خریم ضد ویروسه ضد مالور ضد مادره نیست ضد روتکیت نیست ضد رنسانور نیست پس این آنتی ویروس من صرفا خودش مدعی ضد ویروسه ضد بقیه نیست این خوبی باطل نکه دیگه من آنتی ویروس خریداری میکنم ولی بقیه مسیر بازه جلو بقیه رو نمیتونه بگیره نکته دوم خیلی مهمش این آنتی ویروس فقط میتونه ویروس هایی رو دیتک کنی که براش امضا وجود داره هرچقدر تو دیتا شیت های انواع اقسام وندورها مدعی هستن که ما میتونیم رفتار شناسی بکنیم ولی واقعا اگر بخوایم صحبت کنیم شاید 4-5% موفقن 95% لیوان خالیه پس با توجه به این توضیحات فنی من اگر کسی هم دوست داره میتونیم بس بکنیم نسل سیگنچر بیس ها گذشته بر اساس رفتار شناسی دنیا رو حرکت میکنه خب این چه ربطی به حرف من داشت من حرف آخرم تموم کنم پس کنترل مدیریتی رو گفتیم کنترل فنی هم گفتیم اپریشنال هم گفتیم گفتیم فنی وانس یک بار است اپریشنال معمولا مداومه توی لایف سایکل مستمره توی اپریشنال ما اسم می‌بریم گفتیم کانفیگوریشن منیجمنت داشتم توضیح می‌دادم این کانفیگوریشن منیجمنت مال کمپانی تریپایره تریپایر با وی پی ام باز کنید اگه خارج کشور هستین که راحت باز می‌کنید 5 6 تا محصول داره آی پی 360 داره ولنربیلیتی منیجمنت داره اس آی ام هوش امنیتی داره یکی از محصولات اولیه‌اش تریپایر که اسم کمپانی تریپایر انترپرایز کنسول انترپرایز کنسولش یه کنسوله که من میتونم رو سیستم عامل مایکروسافت یا لینوکسی هر توضیحی که مد نظرمه نصب بکنم میشه سرور انترپرایز کنسول من میام ایجنت اینو روی سرورها یا کلاینت های دیگه هم نصب میکنم ایجنت بیس برای روتر سویچ فایروال هم ایجنت لز یعنی میام یوزر نیم پسورد روته اون تجهیزو که مثلا تو سیسکو لول 15 هست رو به انترپرایز کنسول تریپایر معرفی میکنم میگم آقا این یوزر پسورد رو بگیر بتون کانفیگشو بخون این ابزار انترپرایز کنسول که هم رو مایکروسافت نصب میشه هم رو لینوکس و ایجنتاش رو روی مد نظر اون رو سیستم عامل نصب میکنیم برای روتر سویچ فایروال هم که ایجنت قبول نمیکنن به اساس یوزر نیم پسوردی که اتوریتی بالایی داره و کانفیگ تجهیزاتی میتونه بخونه میشه ایجنت لس ارتباط رو برقرار میکنیم دو تا کار میکنه یک بر اساس ایجنت بیس و ایجنت لز میره کانفیگ دارایی‌ها رو در میاره بر اساس بنچمارک که خودش که از 100 تا بنچمارک دنیا قوی تره از ساکس گرفته نیست امریکا گرفته ایزو گرفته سی آی اس گرفته میاد بنچمارک میکنه آقا یعنی چی یعنی مثلا من رو سرور مایکروسافت 2019 تری پوینت انترپرایز کنسول سرور رو نصب میکنم میشه سرور من ایجنتش رو میرم رو سرور مثلا 2016 اکتیو دایرکتوری نصب میکنم این میره تنظیمات اکتیو رو میخونه خودش میاد بنچمارک میکنه میگه آقا این اکتیو دایرکتوری سازمان شما نسبت بنچمارک دنیا که 112 تا چک لیست 14 تا رو بیشتر پاس نکرده بقیه رو پاس نکرده برای بقیه رو که میخوای پاس کنی این تنظیمات این کده برو تو این مسیر این کلیکو بکن برو این کانفیگ رو انجام بده یعنی چیکار میکنه کانفیگوریشن منیجمنت تنظیمات رو میخونه مدیریت شده میکنه و نگاه هاردنینگ و همسازی داره دیگه امروزه کسی نمیاد دونه دونه سرور رو کانفیگ بکنه یا دونه دونه سرور رو ممیزی کنه من برای اینکه 10 تا سرور شبکه شما رو بخوام آلت ممیزی بکنم خدا شاهده 6 ماه زمان میبره ولی با ابزاری مثل تریپایر که اوپن سورسش هم محدوده تو گیت هاب هستش میتونم به راحتی در یک ساعت 100 تا سرورمو آدیت کنم که از منظر استاندارد چه عدم انطباقی وجود داره و چه ریسکی وجود داره توی پرانتز نکته خیلی مهم قرار نیست این ابزار اکتیو من آدیت بکنه بگه اکتیو تو مثلا از 100 تا پارامتر امنیتی 4 تا رو رعایت کرده 8 تا 6 تا رعایت نکرده من بزنم تو سرم دنبال رعایت کردن 8 تا 6 تا بند باشم نه اصلا اینجوری نیست
هر کسی به شما چکلیست امنیت بده یه قرارداد همه رو انجام بدیم. ما باید کاستومایز کنیم بر اساس نیاز خودمون، بر اساس نقش اون سرور، بر اساس شرایطمون، بر اساس جریان ترافیکیمون. پس اگر به شما کسی چکلیستات که آقا همه رو باید انجام بدیم استاندارد گفته، هیچ استانداردی فورس نکرده این چکلیست رو 100% باید رو هر تجهیزی اعمال کنیم. نه، کیس با کیس فرق میکنه. اکتیو دایرکتوری من تو اسنپ با اکتیو دایرکتوری من تو زدنف متفاوته. خب ست کنترل اصلی هم گفتیم، یکی از ابزارام که تریپ وایر معرفی کردیم، تریپ وایر وندور برنده، اسم ابزاره تریپ وایر اینتراس کنسول، یکی از کاراش کانفیگوریشن منیجمنت بود که خیلی کمک میکنه با هاردنینگ مقاوم سازی امسازی. یک کار دیگه هم خیلی خوب میکنه، بهش میگن FIM فایل اینتگریتی مانیتورینگ، پایشه یک پارچگی فایل. آقا یعنی چی؟ یعنی من وقتی ایجنت اینو رو سرورهای مهمم نصب میکنم، این به صورت پیشفرض میره هش تمام اتربیوت آبجکت و فایل های دراویسی منو میگیره. چه اتفاقی میفته؟ فکر کنید یه حمله سایبری رخ داده، اینترودر یا هکر میاد کد آلوده ای رو رو سی ام دی اون سرور اینجکت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ وقتی یه کد آلوده به اون سی ام دی بخواد وصل بشه، هش فایل تغییر میکنه. بلادرنگ اون ایجنت من خبر میده تو این تاریخ این ساعت هش این فایل تغییر کرد. حالا من سریع آدیت میکنم، ایدئال دارم صحبت میکنم، تو اون سازمان کمیته کبی وجود داره، چنج ادویزوری بوردی وجود داره، که هر تغییری بخوام بدن از اون کمیته مطرح میشه. میام سریع خروجی کمیته کب رو نگاه میکنم، آیا ما تغییری اعمال کردیم که این فایل هشش تغییر کرده؟ نه نکردیم. پس 100% اینترودره و شبکه ما کامپرومایز آلوده شده. بهش میگن فایل اینتگریتی مانیتورینگ، یک پایش یک پارچگی فایل. حالا تو ابزار تریپ وایر میتونی کاستوم بکنی، اطلاعات دیگه که برات مهمه، مسیر دیگه که برات مهمه رو بگی، اینو آدیت بکن، هشو بگیر، هر بار هش تغییر کرده من خبر بده. این هشه یعنی چی؟ با هش آشنایی دارید؟ کامن پرامپت شما هزار بار ویندوز رو آپدیت بکنی، اگر اون سی ام دی آپدیت نشه، فسیلیتی به کامن پرامپت اضافه نشه، اون هشه ثابت میمونه. هش زمانی تغییر میکنه که توی 0 و 1 اون فایله تغییر صورت گرفته، یه چیزی بهش اضافه و کم شده. وقتی این هش تغییر میکنه، تو این مثال ما اگر ادمین ما تو کمیته کپ کسی تایید نکرده باشه تغییر اعمال کنیم انجام نداده باشه، 100% اینترودر آلودگی رو وارد شبکه ما کرده. بر همین میگن کانفیگوریشن منیجمنت تو ترندهای 2020-2021 جزء تسکایی که عزیز قهرود کارشناس اسوزی باید دی تو دی مانیتور کنه. فکر کنید 100 تا سرور دارید، FIM همه رو چک کنید، هر جا هش فایل تغییر به شما پرامپت میده. حالا شما دابل چک میکنید آیا ادمین بچهای تیم این کارو کردن؟ خب تو کمیته کب مشخص، کمیته کب نداریم، سازمانم به بلوغ نرسیده، مچورتی نداره، تلفن رو هم داریم، حسن، مریم، علی، سه تا ادمین شما کاری کردین تو فایل کچ شده شد؟ نه. خب با 100% اینترودره. حالا به وسیله ابزارهای مثل IPS IDS یا IDP آنتی ویروس، آنتی مالور، EDR ما الزاما نمیتونیم در مقابل این حملات نسل جدید کاری انجام بدیم. چرا؟ چون الگو و پترن ثابتی ندارن. شما فکر کنید یک ملوری تو اوکراین می نویسن، خب همه آنتی ویروسونو پیدا میکنن، یه آدمی میاد کرنل اون ملور رو عوض میکنه، هیچ کدوم از آنتی ویروسا نمیتونن اونو پیدا کنن تا اینکه 4 تا سازمان آلوده بشن، اون بلافتار رو بگیرن، مانتی معکوس کنن، براش امضا یا سیگنچر یا پترن تعریف بکنن. پس آنتی ویروس و IPS و IDS این ابزارهای اینچنینی خوبه، ولی فکر نکنیم با این ابزارها شبکه ما امنه. اگر امنیت برامون خیلی مهمه، باید سمت ترندها حرکت کنیم، فارغ از اینکه بحث مالی داره کامرشیال نداره. تیوا اینترپرایز کنسول رو شاید اگر سرچ کنید تو سایت عربی و روسی بتونید کرکش رو پیدا کنید، به شدت ابزار قویه، هیچ آپدیتی هم نیاز نداره. اگر سازمان تو سازمان مهمیه و تیمی میشناسید که میتونه براتون دیکود کنه، اگر تو ایران هستید به خاطر شرایط تحریم و بدبختی و قیمت ارز، اگر خارج کشور هستید بودجه دارین که خب منطقی و اتیکال و قانونی و اخلاق مدارش میبرین ابزار لایسنس ها تهیه کنید. اگر تو ایران هستید تیمایی هستن که سرچ کنید بهش میرسید، با 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون 100 دلار شما میگیره، این ابزار رو چیکار میکنه؟ بایپاس میکنه، کرک به شما تحویل میده، سرچ کردن دست نمیخوره، به جای اینکه بگید مثلا 2 میلیارد پول این ابزار رو بدید. توی اینترنت هم سرچ کنید تو گیت هاب نسخه لینوکسی مدبادش هستش که فسیلیتیاش محدودتره. خیلی خوب، تا اینجا سوالی نیست، اگر کسی دوستان سوال داره بپرسه، چون من سنم رفته بالا، حافظم ماهی میمو یادم میده. سلام مهندس عزیز، خوبی؟
سلام آقای سروش کیا ساد آشناست. خوبی مهندس جان؟ خوبم دیگه. ما رو نمیشه جای جدید خوبه؟ خوبه قربونت برم. سلامتی؟ من یه سوال داشتم از خدمت. در خدمتم. قربونت برم. میخواستم بدونم که منظورت اینه که پترن رو عوض میشه همون زیرو دی اتک ها هست منظور شما؟ نه الزامن زیرو دی. زیرو دی اگر بخوایم تعریف استاندارد بکنیم آسیب پذیریه که مثلا رو مایکروسافت هست. مایکروسافت خوش خبر نداره که برای اون سوراخ سنبه یا حرفه‌ای تر صحبت کنیم، آسیب پذیری وصله‌ای بده بین چهار تا هکر. هکر هم نمیخواد 2000 دلار 3000 دلار پول در بیاره، تو بلک مارکت میاد 300000 دلار ازش پول در میاره. به اون میگن زیرو دی، آسیب پذیری که خود وندور خبر نداره. توی بلک مارکتی، توی حوزه چهار تا هکری، چهار تا آدمی میشناسه، علاقه هم نداشتن اینو بلن گزارشن به وندور پاداش بگیرن، 2000 دلار 10000 دلار جایزن بگیرن، یا خودشون سوء استفاده میکنن یا تو بلک مارکت ازش پول در میارن. درست. پس اینکه پترنش با اون عوض میشه تفاوت داره با زیرو دی. تفاوت آره، زیرو دی آسیب پذیری که مایکروسافت خودش نمیدونه این سوراخو داره. من و شما میدونیم، من و شما آدم خوبی نیستیم، نمیریم گزارش بدیم، یا خودمون سوء استفاده میکنیم، یا به سری حاکمیت ها گورنمنت ها میفروشیم، یا موضوعات دیگه. خب میگن دیرتی بیزینس دیگه. درسته. ممنونم از شما، مرسی. خوشحال شدم. قربان، خواهش میکنم. آقای سلطانی سلام برسون مهندس. قربان، ممنونم. مرسی. برادر، خواهش میکنم. خواهش میکنم. یه موضوعی تو حوزه امنیت چالشه. حالا دوستان خارج از کشور کار میکنن میتونن از من تصدیق یا نظرشون رو بدن. تو آمریکا هست، تو پاکستان هست، تو امارات هست، تو بوئینگ امارات هست. تو شهرداری ملمای سوئد باشون کار کردیم هست. چه مشکلی؟ بهشون چالش امنیت اطلاعات. یه مثلث رو تصور بکنید. سه تا قسمت داره. قسمت بالا رو امنیت تصور کنید، چپیه رو کارایی، سمت راستی و سهولت. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر ما به سمت امنیت بخوایم سوق پیدا کنیم، تو سازمانمون امنیت رعایت کنیم، از دو تا پارامتر یا مؤلفه دور میشیم، کارایی و سهولت. آقا یعنی چی؟ یعنی مثلا فکر کنید من وزارت کشور پنجشنبه این هفته جلسه دارم، من که مجردم، فکر کنید مثلا جدا شدم، سپریشن صورت گرفته، ناراحتی دارم، تهرانم ترافیکه، به جای 10 صبح از به خاطر فشار روحی و ترافیک زیاده به جای 10 صبح یه رو به 11 میرسم. میرسم دکتر شجاعان معاون وزیر نشسته، وزیر و وکیل نشسته، من هم یه کارشناس معمولی. از استرس دیر رسیدن و اون جوه استرس بدم میکنم، به جای اینکه پسوردمو درست بزنم، بعد از سه بار پسورد زدم اکانتم لاک میشه. تا ادمین رو پیدا کنیم بخواد اکانت منو از لاک در بیاره، دکتر شجاعان میگه خاک بر سر از جلسه برو بیرون. اون سازمان وزارت کشور انقدر امنیت براش مهمه، سختگیر رو میکنه، ناکن به سمت امنیت رفته، از کارهای سهولت دور شده. مثلا با سی تی او اسنپ صحبت میکنیم، آقای مارک انگلیسیه، میگم آقا چرا این سیستما پسورد ندارن؟ میگن این سیستما ایزوله است، تایتش میخواد این سیستم آلوده بشه، وایپ هم فدا سر، اصلا مثلا مهم نیست، ریسک خاصی برام برمقان نمیاره. پس چالش بزرگ ما تو حوزه امنیت، اگر علاقه من باشید با نگاه امنیت شرکت سیسکو بیاد، یا امنیت اطلاعات بیاد، یا با هر گرش دیگه بیاید، چالش ما این چالشی رو مطرح میکنم، هر چقدر به سمت امنیت بخوایم بریم، بودجه هزینه کنیم، آدم جذب کنیم، استاندارد، بیس پرکتیس، سیسکو سیف، امنیت سویچ، پورت سکیوریتی، دات وانیکس. دوستان هم تو سیسکو دارین کار میکنید دیگه، پورت سکیوریتی مگه چالش نداره؟ اگر جابجایی تو سازمان زیاد باشه مگه چالش ایجاد نمیکنه؟ پس امنیت خودش چالش ایجاد میکنه و ما رو از کارایی و سهولت دور میکنه. آیا ما باید مثل وزارت دفاع باشیم؟ نه. آیا ما بانک مسکن باید مثل امنیت بانک ملت باشیم؟ نه. اصلا ربطی به هم نداره. هنر ما ایجاد تعادل بین این سه تا مؤلفه است. نباید اونقدر به سمت امنیت بریم که کارهای سهولت دور بشه، نه اونقدر سمت کارهای سهولت بریم که امنیت دیده نشه. سال 88-89 وزارت نو و شرکت تابعی حمله سایبری صورت گرفت، کل اطلاعات خدا نگهدار شد، فلمی اومد، تمام سخت افزار هارد ماجول هارد سرور رو از بین برد، مثل رنسانور، مثل بدافزار. یک نوع ملوری بود که نمیتونی بگیم ویروس، کرم اینترنت، روت کیت، یک نوع ملوری بود. توی پرانتز امروزه به راحتی نگیم این ویروس بود، این کرم بود، این رنسانور. اگر میدونید و حرکات اون بدافزار مشخص میکنه رنسانوره، کرم اینترنتیه، باجگیره، روت کیته، بمب منطقیه، بله. اگر نه بعد بگیم ملوره. امروزه انقدر انواع ملورها صفاتهای همدیگه رو تو محله اجرا برمغان میارن که سخته بگیم این فایل بده، کرم اینترنتیه، تروجان چیه. برای همین به راحتی میگیم این یک نوع ملوره. اگر فقط صفات یکی از این بچه‌ها رو داشت، خب مشخصه دیگه، این
صفات فقط روتکیت داره، این صفت فقط جاسوس افشار رو داره، این صفت فقط رنسانور رو داره، اگر نه باید بگیم مالور. پس هنر ما تو حوزه امنیت ایجاد تعادل بین سمت مؤلفه است بر اساس چی؟ سلیقه شخصی. نه الان چند نفریم تو این گپ و گفت؟ 21 نفریم. هر کدوم از این 21 نفر الان صحبت کنیم، تریبون بدیم، بگیم آقا به نظر شما چشم بسته برای سازمان بریم چی بخریم، هر کسی چیزی میگه، یکی میگه مشاور امنیت، یکی میگه آی اس ام اس، یکی میگه آقا امسازی، یکی میگه کلاسترینگ، یکی میگه فایروال، هممون هم داریم درست میگیم، ولی باید بیایم سر خط بر اساس منطق استاندارد صحبت کنیم. این منطق استاندارد چیه؟ مدیریت ریسک. اگر مدیریت ریسک رو بلد باشیم، به شدت از نظر جایگاه اجتماعی، از نظر حقوق درآمد و از نظر حرفه‌ای بودن رشد میکنیم. اگر میخوایم مدیریت ریسک رو یاد بگیریم، ایزو 27005 رو بخونیم. اگر میخوایم فراتر از مدیریت ریسک آیتی بخونیم، ایزو 31000 رو بخونیم. کلان سازمانه، فراتر از آیتی. اگر توزیع آیتی میخوایم از مدیریت ریسک بخونیم، ایزو 27005. یا اگر میخوایم کلاس بریم، کلاس های ایزو 27005 تو ایران کمه، تو حالا تو کشورهای آسیای شرقی بیشتره. تو آلمان هست، خود آلمان یه ایزوی داره که از سازمان استاندارد بیشتر قبولش داره. عرضم به حضورتون تو داخل کشور میتونین کلاس‌های بوتکمپ‌های کلاسایی که بهش میگن بوتکمپ آی اس ام اس شرکت کنید که تو سرفصلش مدیریت ریسک داشته باشه. اگر خودتون انگلیسی هم قویه، میتونید ایزو 27005 رو دانلود کنید، تو سایت داخلی هست. گرچه اگر خارج کشور هستید بعد برید سایت ایزو به یوروپول بدین دانلود کنید، اگر نه سایت‌های عربی ایرانی نسخه ایزو 27005 پره، نسخه اصلی دانلود کنید بخونید، با 4 تا کلیک یوتیوب هم یاد میگیرید. مدیریت ریسک کارگاه 4 ساعت است. اگر بخوام یک گریزی بزنم، یه فرمول داریم میگیم ریسک مساوی وزن آسیب پذیری ضرب در وزن تهدید ضرب در ارزش دارایی. آقا یعنی چی؟ یعنی روتر لبه شبکه سازمان شما از یک تا ده بشه امتیازی میدی. یکی میگه 8، یکی میگه 7. بر چه اساس به این دارایی ولیو میدیم؟ بر اساس مثلث CIA. آقا یعنی چی؟ من گیت شدم. مثلا تو شبکه سازمان ما، من قهرود، یه روتری داریم لبه شبکه سازمان. به من میگن میخوایم مدیریت ریسک رو انجام بدیم، من باید کمکشون کنم، مشاور امنیت، منم کارشناس امنیت. میگه قهرود، تو یه کارشناس امنیت هستی، به این چه عددی ارزشی میدی؟ من میگم بر چه اساس باید ارزش گذاری کنم؟ میگه بر اساس مثلث CIA. میگم یعنی چی؟ میگه اگر این روتر از مدار خارج شد، چه ایمپکت مالی تو بیزنس شما صورت میگیره؟ زیاده، کمه، متوسطه؟ اگر کانفیگشو کسی خوند، اگر کانفیگشو تغییر داد، چه ایمپکتی رو بیزینس داره؟ این ایمپکت کمه، زیاده، متوسطه؟ اگر یوزرنیم پسوردش لو رفت، محرمانگی دیتای ورود خروجی لو رفت، چه ایمپکتی رو بیزینس داره؟ پس من قهرود برای ارزش گذاری رو اون دارایی که روتر لبه شبکه سازمان ماست، بعد نگاه کنم اگر CIA نقض شد، ایمپکت چقدر هست. حالا این ایمپکت چقدر هست، ما هم میتونیم کیفی صحبت کنیم، هم کمی. کیفی راحت تره، کمی تخصص میخواد. کیفی یعنی کیفیت. من نگاه میکنم میگم خب آقا این سیایش برزیلی سول خیلی فاجعه است. کمی یا 3 مرحله ای یا 5 مرحله ای؟ این دارایی من یا 3 لول ارزش زیاده، ارزش متوسط، ارزش کمه، 3 مرحله ای، یا 5 مرحله ای؟ ارزش خیلی زیاده، ارزش زیاده، ارزش متوسط، ارزش کم، ارزش خیلی کم. کیفی رو کی میره؟ من و شما میریم که آماتور هستیم تو مدیریت ریسک. حالا اگه 5 تایی بریم، خیلی فوبیا داریم، تقویندی بیشتر داشته باشیم 5 تا، اگه نه 3 تایی. کی میره کمی؟ اونی که دیگه تخصص داره، دات مدیریت ریسک انجام داده، اشراف داره تو کانسپت و استاندارد مدیریت ریسک. حالا من ارزش این دارایی رو در میارم، ضرب در ارزش تهدید میکنم. آقا تهدید یعنی چی؟ میگیم دارایی ما روتر، مثلا سرور مالی ماست، دارایی ما سرور مالی ماست، بر اساس مثلث CIA یه عددی بهش دادیم. وارد اعداد ارقامش نمیشم، چون اصلا میشه کانسپت میشه مدیریت ریسک، کارگاه نیاز داره. من میخوام ببینم این دارایی من چه تهدیداتی داره. آقا یعنی چی تهدید؟ تعریفش چیه؟ کسی میتونه بگه؟ عامل بیرونی میشه تهدید. یه چیزی داریم به نام دارایی، هر چیزی که ازش سعی میکنیم محافظت کنیم به واسطه کنترل‌های امنیتی یا فنی میشه دارایی ما. ما از پاچه سازمان تو حوزه آیتی اصلا دارایی محسوب نمیشه، برای سازمان دارایی محسوب میشه، تو حوزه ما دارایی محسوب نمیشه. چرا؟ چون من کنترل امنیتی فنی برای پارچ انجام نمیدم، ولی سرور من، روتر من، اون فایل سرور من، محتوای ریپورت مالی من دارایی منه، منم سعی میکنم به واسطه کنترل امنیتی محافظت کنم. پس دارایی میشه asset.
اگه تو لیبل مدیریت بود بهش نمیگفتیم دارایی، میگفتیم سرمایه. دارایی میشه هر چی، دارایی یا اسید میشه هر چیزی که ازش میخوایم سعی کنیم محافظت کنیم. تهدید چیه؟ میشه عامل بیرونی. من در قبال تهدیدات سعی میکنم از دارایی محافظت کنم. تهدید ساچ از مثل مثلا چی؟ سیل، زلزله، منافق، مجاهد، فشار مطبوعات، کارمند ناراضی، کارمند مشکل دار. مثال دیگه میتونید بزنید؟ هکر، دولت ها. اینا همه مصداق های دوز، مصداق های از تهدیدات هستن. کرم، افزار، عامل بیرونی میشه تهدید. اگر در دیتا سنتر شما در مناسبی نباشه، یه دوز به راحتی میتونه وارد شه، اون دوز میشه تهدید. یه کارمند ناراضی میتونه به راحتی وارد شه، میشه عامل بیرونی. پس اصلا با هم تعریف کردیم تهدید هم میشه عامل بیرونی. برگردیم سر خط، فرمولمون بود ریسک مساویه عدد اسید ضرب در عدد تهدید ضرب در عدد آسیب پذیری. تهدید هم یه عددی بر اساس تاریخچه سازمان دزدیایی که شده و حملاتی که شده در میاریم میگیم. توی پرانتز اینه که چه عددی در میاریم تو مدیریت ریسکه. سومین فاکتور چی؟ آسیب پذیری. برگردیم یه بیگ پیکچر نگاه کنیم، وزن دارایی روتر لبه شبکه آقای سروش از 10-8 تغییر نمی‌کنه مگر اینکه نقش اون روتر عوض شه. پس این استه همیشه ثابته. تهدیدم که همیشه وجود داره. ما سر تا پای پرسنل رو تلان ببخشیم، قربون صدقه همه هکران بریم، همیشه تهدید وجود داره. پس اونم همیشه ثابته. ریسک مساویه چی؟ آسیب پذیری. هنر اول و آخر ما با هر لولی با هر دانش تو حوزه امنیت مدیریت آسیب پذیری است. هیچ وقت نمیتونی آسیب پذیری سازمان رو صفر کنی مگر در لحظه در ثانیه. تعریف آسیب پذیری چیه؟ اصلا دو گفتیم، تعریفم گفتیم آسیب پذیری. تهدید تعریف کاملش این میشه هر گونه ضعف در طراحی نرم افزار یا عدم انطباق با استاندارد میشه آسیب پذیری. نکنید آسیب پذیری تعریفش هر گونه ضعف در طراحی نرم افزار، یعنی همون سوراخ سنبا، همون باگا، همون چیزی که باید آپدیت کنیم، وصله کنیم، پچ کنیم، آپگرید کنیم، یا عدم انطباق با استاندارد میشه آسیب پذیری. آقا یعنی چی؟ یعنی سرور شما مثلا ویندوز 2012 است، خب آسیب پذیری داره دیگه. مایکروسافت 2012 رو رد خارج کرد، آپدیت هم داره میده ولی رد خارج شده است، این میشه آسیب پذیری. سرور شما آنتی ویروس نداره، این آسیب پذیریه. چرا؟ چون استاندارد میگه هر چیزی که سیستم عامل داره از نوع سرور باید حداقل یک ضد بدافزار، حالا پولی رایگان که استاندارد رب نداره، قانونمند داشته باشه. پسی شد آسیب پذیری صرفا سوراخ سنبه نیست، صرفا وصلای امنیتی نیست، هر کونه میسکانفیگ میشه آسیب پذیری. آقا یعنی چی؟ یعنی اگر شما اسکول سرور نصب کنی، اکانت اس ای تو پسورد نذاری، آسیب پذیریه دیگه، ربطی به باگ نرم افزار نداره. تعریف آسیب پذیری چی بود؟ ضعف در طراحی نرم افزار یا عدم انطباق با استاندارد. این قسمت دوم خیلی نمیبینن، همه آسیب پذیری فقط سوراخ سنبه میبینن که با وصل کردن هات فیکس و پچ و اینا رفع میشه. آسیب پذیری ها دو نوع هستن، یا عدم وصله است یا میسکانفیگه. این عدم وصله رو دیگه همه بلدن، با اینکه هم بلدی متاسفانه پچ نمی کنیم. مثل ابر آرمان آسیب پذیری دو سال و نیم سیسکو رو پچ نکردن خوردن. الان بحث میسکانفیگ ها خیلی داغه که این میسکانفیگ ها یعنی تنظیمات امن فاین تیون. آقا یعنی چی؟ یعنی شما سرچ بکنید هاردنینگ سیستم عامل فورتی، خود کمپانی فورتینیت برای محصولات فورتیگیتش یه چکلیست داره، میگه آقا سیستم عامل بیا امن کن با توجه به جریان ترافیکی، نقشه شبکه، نیازت. خیلی خوب، پس فرمول ما چی شد؟ ریس مساوی اثر ضرب در تهدید ضرب در آسیب پذیری. هنر ما این آسیب پذیری رو کم بکنیم که ریسکمون چی بشه؟ کم بشه. سوال تنجا نبود. چالش امنیت هم که گفتم، از CIA هم بگذاریم، همه تعریفشون میدونیم دیگه. سلام جناب قهرود، خوب هستی؟ سلام و روز بخیر، قربان شما. من یه سوالی خدمت شما داشتم. من در امریکا مستقر هستم، در منطقه سیلیکون ولی، و اتفاقا این روزا پروژه های متعدد سکیوریتی حتی تو شرکت های سطح پایین و کوچیک بسیار رایجه. درست. و این روزا ما از محصولی به نام کراود استرایک استفاده میکنیم. کراود استرایک، این محصولی که شما معرفی کردید رو به اسم، الان اسمش فراموش کردم، تریپایر رو، بله سایتش هم باز کردم، اینو من تا حالا باش مواجه نشدم. میخواستم ببینم که
لحاظ هویتی اینه، اگر شما محصول کراودسترایک رو میشناسید میشه مقایسه بفرمایید یا اصلا کار خودشون؟ نه این مطلب نمیشناسم، نه متاسفم. بله اگر تو این چتمون لینکشو بفرستید تو ما بیت نگاهی میکنم بهتون فیدبک میدم. بله این کراودسترایک خدمتتون میگم، حالا باید مطالعه بکنید خودتون، بسیار رایج شده و اینجا جزء محصولات بسیار رایج. کدوم محصولش دقیقا؟ شما اسم ویندورش داریم بگیم؟ بله ویندورش به این صورت هستش که بله این ویندور حدودا یک ایجنت رو اینستال میکنه روی سرور یا مثلا کلاینت سایت اینستال میشه ایجنتش و شما بر اساس لایسنسینگی که خریدید حدود 10-12 تا محصول مختلف رو توسط همون یک ایجنت میتونه فعال سازی بکنه. درسته که اینا یعنی مثلا یکی از ایجنتاش حالت آنتی ویروس داره، یکی از ایجنتاش بله دقیقاً شما اینو که دیگه حالا تصمیم میگیرید که کدوم محصولاتشو میخواین، ولی با اینستال کردن یه ایجنت فعال میشه و این روزا خیلی از لحاظ امنیت شبکه روی این محصول حساب میکنه. جسارتاً شما رو ابر دارین میگین دیگه، چون با این محصول من دمو کار کردم مثلا تیم محصولاشو بیشتر بله. رو ابر و این کمپانی رو سرویسایی که میده خیلی معروف شده. بله سرویس هوش بله. تحلیلی که میده و محصول نیست الان فکر کنم لیدر باشه تو گارتنر نگاه کنی. آها حالا من بعد باز نگاه کنم. بله اینه به این صورت که ما کنسولش، کنسول مدیریتش کلاود هستش همونطور که شما فرمودید و یک ایجنتی رو دانلود میکنیم، ما اینجا دپلوی میکنیم رو تمام سرورها و کلاینت ها و بعد از روی کنسول کلادش مدیریت میکنیم و حتی سرویسی ارائه میده که شما بتونید سرویس منیجدش رو بخری. یعنی مثلا میگه آقا من وقتشو ندارم یا سرم شلوغه، شما طرف خودت امضا میکنید، اعتماد بهش دارین که اون سرویس به شما میده دیگه، یه NDA امضا میکنید. مثلا خدمتتون بگم فرض کنین 3 شب یه نفر داره سعی میکنه که اطلاعات رو از روی فایل سرور کپی بکنه مثلا روی لپتاپش، اگه سرویس منیجدش رو داشته باشید همون مثلا 3-2 دقیقه خود مسئولین کراودسترایک اگر که این سابسکریپشنش رو گرفته باشید همونجا آنلاین میشن، اون کانکشن رو شات داون میکنن و حتی میتونن لپتاپ اون طرف رو قفل بکنن. یعنی میتونید منیج سرویس بگیری که براتون یه همچین مانیتورینگی به این صورت انجام بده. اینو حالا من باز روی تریپ وایر که شما فرمودید تحقیق میکنم، برام جالب بود، فکر میکنم اونم کارایش متفاوت باشه، ولی گفتم این محصول رو هم معرفی بکنم. این محصولی گفتین FIE هم داره، فایل اینتگریتد مانیتورینگ تریپ وایر اینترپرایز کنسول داره، ولی بحث اون بنچمارک رو نداره. یا من تو محصولی که پایلوت دیدم ندیدم بهش. این محصول شما میگین بیشتر یه اند پوینت سکیوریتی کلی فسیلیتی داره. مثلا بله بله. منی که کمپانی پول نداره سمت این کمپانی نمیتونم برم، اولا که من یعنی سرویس نمیده، بعدش هم خیلی گرونه. من بله بله. از واژو استفاده میکنم، شنیدید یا او اس؟ نه اسپلش دبلیو ای زد یو اچ. آها بله واژو. بله ای زد یو اچ واژو. این ارزون تره همین کارا؟ نه این اوپن سورسه. بله. این اوپن سورس بله بله. سرویس ابریش پولیه. حالا بعد اینکه نیاز شما رو دوی لیولی پاسخ بدم، یه ابزاری بود قدیم بهش میگن او اس سک، او اس سک بله اچ آی پی اس اچ آی دی اس متن باز رایگانی بود. یه تیمی اومد این او اس سک رو ارتقا داد کرد به اسمش واژو، هم کامرشیال داره تحت ابر، اگر قبل بله. ابری بخوای رایگانه. خیلی بله بله. تاثیر داشت کرده. همین الان سایت وارد سایت واژو بشین توانمندیاشو نگاه کنید، آنتی ویروس و اند پوینت سکیوریتی نیست، مثل وندور شماست. تحلیل امنیت میکنه، آی دی اس داره، تحلیل لاگ داره، اف آی ام داره، شناسایی آسیب پذیری داره، ارزیابی تنظیمات داره، توی لول بله. اینسیدنت ریسپانس داره. چالی با تریپ وایر بخواید مقایسش بکنین چیا نداره؟ اگه با تریپ وایر مقایسه بکنین، تریپ وایر آخه فقط دو تا موضوعه، یه اف آی ام، یکم بحث هاردنینگ امسازی است، کانفیگوریشن منیجمنت. این نمیشه گفتش که با تریپوایر میشه مقایسه کرد. خب فسیلیتیاش خیلی بیشتره، ولی اون هاردنینگ تریپوایر چیز دیگه است. آها متوجه شدم. اگه بخوام واژو رو با آره تریپوایر، تریپوایر کمک میکنه با هاردنینگ من، ولی واژو کمک نمیکنه. واژو یک اند پوینتیه، کمک میکنه برای جلوگیری از حملات. بله اون امسازیه که تریپوایر من گزارش میده، سرور مالی شما، اوراکل شما، صف شما، اکتیو شما، ویندوز آژور شما، این عدم انطباق ها رو داره، این ریسک ها رو داره به خاطر میس کانفیگ، و این ابزاری مثل واژو او اس اک برمغان نمیاد.
متوجه شده. حالا شما امریکا هستیم، تو کشور ما کمپانی استاپ یکی از استارتاپ به شدت موفقه. بله میشناسم. بله. ما برای اسنپ واژو رو نصب کردیم، یعنی با سی تی او جنگ کردیم آقا نرو برو این پوینت بخر، پول الکی نده، واژو رو نصب کردیم، به شدت هم ارزشمنده. تو چند تا خبرگزاری هم اسمش اومده، من اسمش میگم، یعنی محرمانگی خاصی نداره. به شدت راضی هستن، به شدت. بله. در ایران من متوجه شدم به دلیل حالا یکی مسائل تحریم‌ها، یکی مسائل حالا گرون بودن دلار و اینا بیشتر راحتی قربان. بله. گرونی مهم‌تره. تحریم‌ها رو ما می‌تونیم دور بزنیم، پول خیلی مهم‌تره، حساب بله. بودجه نداره. گرونی و اینا هم هستش، برای همین یه کارهایی انجام میشه که قابل تقدیره. یعنی همین مسئله که مثلا میان از مسائل اوپن سورس و اینا استفاده می‌کنن و اینا، این نشونه سواد بالا و خوب بچه‌ها هستش واقعا. البته نکته هم میگم، شما امریکا هستین، توی اروپا هم ترند سمت اوپن سورس میره ها. مثلا کمپانی ها دیگه نمیان بیلیون دلار پول لایسنس سنگین وی ام ور رو بدن، دارن سویچ میکنن به سمت اوپن سورس. یعنی بابا آلمان، سنگاپور، کشورهای دیگه شرکت مطرح کار میکنیم، اونام در واقع بودجه دارن. درسته ما تو ایران کلک آخرین ورژن ES6 میاد، ES6 هم کلکشو داریم، خیلی راحتیم. ولی تو اروپا واقعا این هزینه ها خیلی سنگینه برای شرکت ها، دارن سویچ میکنن سمت اوپن سورس. بله. به نسبت خب شرکت های امریکایی خیلی پول دارن، به راحتی از پول دارن. بله. اصلا کانسپت امریکایی بیشه کامرشیال دیگه، فایر آی و مسئله. دقیقا همینطوره. برای همین ما محصولات به اصطلاح کانوینینتی که بدون زحمت و درد سر یه پولی بدیم خیلی رایجه اینجا، ولی آدسورس میکنن دیگه، ریسک هم آدسورس دیگه راحت. دقیقا. خیلی متشکر از توضیحاتتون. خواهش میکنم. خب پس ریسک و فرمولش هم گفتیم، کلی هم گفتیم، مساق برای تهدید در این کار من ناراضی، ترور، ریسک، فشار مطبوعات، نمیدونم سیلز، نه همه تهدیدن، بعد افزار کرم اینترنتی تهدیدن، آسیب پذیران که گفتیم، باگای نرم افزاری، فلگای سخت افزاری که چیپست به عنوان بکدور رو سخت افزار نصب میشه، فرآیندهای شکسته آسیب پذیری. آقا یعنی چی؟ یعنی ما آنتی ویروس خریدیم، کسور بهترین مدلشو با هزینه زیاد و گزافی، نمیریم ببینیم کدوم سیستم سرور بیشترین آلودگی رو داره و بریم بالا سر ادمین اون سرور یا کارمند اون کلاین بگیم آقا شما چی کار میکنیم که 6 ماه گذشته بیشترین آلودگی از انواع برتر سیستم شما داره. ببین اینا فرآیند شکسته، یه آنتی ویروس داریم، یه کنسول داره، علی دیگه آپدیت میکنه، خودشم اسکن میکنه، ریپورت هم تایتر میبینیم، هیچ وقت نمیریم ریپورت رو تحلیل بکنیم. واقعا همه تو کشور ما حالا که خارج کشور هستن شاید بیشتر به اثر رویه روال باشن، حالا البته جسارت بقیه نباشه، خارج کشور هم خیلی واو نیست. من به دوستان ایرانی الان اینجا بگم به ذرس قاطع، تصوری که خارج کشور همه چی امن ایداله نیست، اصلا اینجوری نیست. ولی خب خارج کشور از منظر شعور، اخلاقیات و رویه روال از ما به شدت جلوتر هستن. عرضم به حضورتون، خب فرمول ریسکی که گفتم وقتونو زیاد نمیگیرم، 5 تا گام نیستم بگم، حالا اگه کسی سوال داشت در خدمتش هستم. ما طبق چرخه NIST مؤسسه استاندارد امریکا نیست و سرچ کنید ببین وارد سایتش بشین VIP ایران وارد میشین، هیچ کدوم داکیومنتش پولی نیست. به شدت به نظر من داکیومنت مؤسسه نیست امریکا از 100 تا استانداردی مثل ایزو غنی تره. ایزو فریم ورک کلیگوییه، مثل اینکه شما ازدواج میکنی پدرت میگه آقا برو یه خونه اینجوری بخر تو این متاژ تو این محله، کلیاتو میگه، کسی وارد ابعادش نمیشه، کجا سرویس بهداشتی باشه، نارخوری کجا باشه، جنس داخل چی باشه، نیست، به جزئیات اشاره میکنه. ما تو حوزه امنیت اگر سه تا مرجع مهم تو دنیا رو بخوایم بگیم، اولی سازمان استاندارده. چرا؟ چون همه بهش پایبندن. ایزو برای تیشرت اون استاندارد داره، سری 27000 میگیم اس 27000 میشه سری که بیشترین استانداردهای حوزه امنیتی تو اونجاست، مثل 27001 ISMS، خود 27000 لغت واژه امنیت، 27002 بیس پرکتیس های SMS، 27003 کمک کننده به پیرسازی های SMS، 27004 KPI های SMS، 27005 مدیریت ریسک، 27033 و 34 شما سرچ کنید، بدن ایزو امنیت شبکه، بدن ایزو پنتست، بدن ایزو سرف، برای تایتل های مهم استاندارد داریم سری 27000. مرجع دوم مؤسسه نیست امریکاست، مال دولت فدرال امریکاست، مال بیزینس امریکایی، برای کالچر امریکاییه، ولی ما همه رو استفاده میکنیم. نیست کلی استاندارد داره، مثل ایزو سری 800 ما استفاده میکنیم، 853 837 814 817
قرار نیست حفظ کنید. شما تو گوگل باز کنید NIST Cloud Security، امنیت اپ، پنتست، SOC، امنیت شبکه، امنیت فایروال، برای کلی تایتل، کلی استاندارد داره و به شدت غنیه، نسبت به ایزو به ابعاد فنی‌تری اشاره میکنه. من خیلی اعتقادی به ایزو ندارم چون فریمورک برای من فنی خیلی جالب نیست، خیلی ارزشمنده ولی از نظر فنی هنزان نیست، خیلی کلیگویه ولی نیست خیلی خوبه. سومین مرجع ما تو حوزه امنیت مؤسسه سنز که تو کشور ما خود روش ترن سواره میکنن، sans.org نمبر 1 مؤسسه حوزه امنیت دنیاست، تو تمام کشورام که چمپ میذاره. ما ایرانی ها میتونیم توی سری دورهای بیسیکش مثل سند 301 G6 سند 501 شرکت کنیم، حتی امتحان بدیم، ولی یه لول میری ادوانس تو کلاسش نمیتونی شرکت کنی با پاسپورت ایرانی. جدا از اینکه پولش هم 5000 دلار تا 12000 دلار برای بیزنس ما داخل کشور خیلی هزینه سنگینیه. سند انقدر معتبره و تاییدیه FHCA و هوملند سکیوریتی داره و خیلی هم دنیا بهش سوق پیدا کرده، رفته ثبت کرده sands.education دانشگاه آنلاین سند، مدرک دانشگاه سند که آنلاین میتونی شرکت کنی، حتی ایرانی ها تا پارسال میتونن شرکت کنن با اینکه مثلا برای دو ترم مسترش مدیریت سایبر سکیوریتیش تقریبا 500 600 میلیون میشد، نه با ارز آقای جهانگیری، همین ارز رایج روز مملکتمون، از دانشگاه شریف ما، دانشگاه MIT با ارزش‌تر. آقا یعنی چی؟ به خاطر این دانشگاه شریف درس بخونی یا MIT آمریکا شما دانش محوری، شما شریف درس بخونی میتونی سیسکو کانفیگ کنی، شما شریف درس بخونی میتونی فایروال کانفیگ کنی، نه ممکنه بری استارتاپ بزنی، اینویشن داشته باشی، پروداکت تولید کنی، ولی به اون بارده بازار کار نمیشی. MIT آمریکا همینه، ولی سند دانش محور و پژوهش محوره. کسی که 2 سال چنین مؤسسه ای به عنوان دانشگاه درس میخونه، خروجیش نمیشه کلاس و مطالعه، خروجیش میشه وارد بازار کار شدن.